با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، در قوانین بین المللی اصلی وجود داره به نام اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر اساس اینکه اصل کشورها مجاز هستند که اگر فردی وارد مرزهای کشور اونها بشه که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرایم بین المللی باشه، در خصوص اون فرد تحقیقات رو آغاز بکنن. جرایم بین المللی شامل جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌کشی و شکنجه میشه. مستندات بسیاری وجود داره، از جمله گزارشی که عفو بین الملل در سال گذشته منتشر کرد که کشتار 67 مصداق جنایت علیه بشریت. مقامات قضایی ایران و دیگر مقامات ایران نه تنها با ارتکاب قتل، شکنجه و آزار در سال 67 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، بلکه به عقیده عفو بین الملل استمرار پنهانکاری توسط مقامات ایرانی در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه و با توجه به اینکه این جرم در ابعاد گسترده و سازمان یافته در جریان، مقامات ایرانی همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. چنانچه تحقیقات ادامه پیدا بکنه و مشخص بشه که این فردی که اکنون بازداشت شده به ظن دست داشتن در جنایت های مربوط به کشتار 67 و محاکمه اون آغاز بشه، این یک گام بسیار مهم در راستای برقراری عدالت برای قربانیان کشتار 67 خواهد بود. قربانیانی که شامل خانواده های کشته شده میشن و برای مدت بیش از 3 دهه از دونستن حقایق مربوط به اعدام عزیزانشون محروم شدن و حتی نمیدونن که بدنهای عزیزانشون در کجا دفن شده. به این اشاره کردین که حتی نمیدونن که بدنهاشون در کجا دفن شده، یعنی محل دفن این افراد مشخص نیست. سازمان عفو بین الملل همچنین تو این بیانیه که نوشته استقبال کرده از اقدام دو دولت بلژیک و لیختنشتاین که در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد سرنوشت قربانیان 67 و محل دفن اونها سوال کردند. با تجربه‌ای که شما دارید، آیا ایران در مقابل این پرسشگری‌ها پاسخی میده؟ با توجه به پنهانکاری سازمان یافته مقامات ایران در رابطه با کشتار 67، پاسخی به این سوال‌ها نخواهند داد، ولی طرح این سوال‌ها از سوی دولت‌ها اقدامی بسیار بی سابقه و مهم در شورای حقوق بشر سازمان ملل و به عقیده عفو بین‌الملل این اقدامات باید هم افزایش پیدا بکنه. سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در طی 3 دهه گذشته در قبال خانواده‌های کشته شدگان و جان به در بردگان مرتکب قصور و کوتاهی‌های شدیدی شدند. این قصور زمینه مسئولیت گسترده و سیاست انکار در خصوص کشتار 67 رو فراهم کرده و عفو بین‌الملل خواهان اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار 67 و به خصوص رسیدگی به وضعیت هزاران جسد مفقود در گورهای جمعی در سراسر ایران تأسیس بکنه.